کلینتون هک شدند. رسانه‌های آمریکایی میگویند که هکرها با نفوذ به کانترهای ستاد انتخاباتی بانو کلینتون و برخی از اطلاعات تحلیلی و آمارها دست یافتند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی این رویداد را کار هکرهای روس می‌دانند و که به گفته آنان از سوی حکومت این کشور پشتیبانی می شود. اما مسکو این ادعا را رد می کند. که صحبت ها با آقای محمد شفیع خندان پژوهشگر مسائل سیاسی از طریق اسکایپ از واشنگتن با ما هستن هم در میان بگذاریم. سلام با شما، خوش آمدین آقای همدان. میشه شما اشاره بکنین فضایی که در حال حاضر در ایالات متحده در این روزها با اتفاقات اخیر و همچنان رقابت شدیدی که در حال حاضر پس از رسما اعلام شدن نامزدی هر دو شخص از دو حزب دموکرات ها و جمهوری خواهان هست بیشتر با ما در میان بذاریم؟ درود سلام. البته که در امریکا واقعا مردم تا هنوز بیشتر روی موضوعات هک ایمیل ها و موضوعات خارجی بیشتر تمرکز نمی کنند. از هر دو جناح، حزب دموکرات ها و از حزب جمهوری خواه ها، فعلا تمرکزشان بیشتر روی است که رقابت ها آهسته آهسته از بین الحزبی رفته به رقابت های ملی تبدیل شده. به این خاطر هم خانم هیلری کلینتون و هم آقای دونالد ترامپ هر دویشان در ایالات متحده امریکا در ایالات مختلف با کارزارهای انتخاباتی خود ادامه میتونه. در عین حال فعالین مدنی سیاسی در کشور به شمول رسانه ها میخوان که قبل از برگزاری انتخابات ملی در امریکا خواهشات و همچنان البته نظریات مردم امریکا را که بیشتر تمرکز ابتدایی اونا روی موضوعات داخلی چون اقتصاد، اشتغال زایی و امنیت ملی امریکا است کنن، در عین حال چنین قضایا که گفته میشه که بعض هکرها با پشتیبانی از روسیه میخواین که داخل سیستمای کامپیوتری و یا هم سایبری کاندیدای ریاست جمهوری شون، خودش به یک نحوه چون روسیه یکی از رقیبای بسیار تاریخی امریکاست، میخواین که از آن آمر مخشوش ساخته و در جریان کارزارهای انتخاباتی فاصله که بین دو حزب ایجاد شده این فاصله را دیگر هم. اما آنچه که شما دریافت کردین با توجه به اینکه گفتین تمرکز بیشتر روی رقابت های ملی هست تا خبرهایی که در این روزها از جمله هک شدن و بحث ایمیل ها مطرح میشه، اما به هر حالش میتونه تاثیرگذار باشه. ما میخوایم بدانیم که این رقابت های ملی بیشتر به نفع کدام نامزد ختم میشه؟ با وجود اینکه آقای دونالد ترامپ از قرار گفتی خودشان اونا روسیه را دعوت کردن که البته اینا چنین نگفتن که ایمیل های خانم هیلری کلینتون هک کنن، اما گفتن 30,000 ایمیلی که قبلا خانم هیلری کلینتون در زمان وزارت خارجش در یک سرور شخصی خود جابجا کرده بود، اونا خواستن که اگر هکرها میتونن امو ایمیل ها را به FBI تسلیم کنن. اما با وجود که اینا رقیب سیاسی هیلری کلینتون هستن، چنین اظهاراتشان با واکنش بسیار جدی مردم ایالات متحده امریکا رو برش شد، بخاطر اینکه یکی از وظایف اصلی جمهوری ایالات متحده امریکا مبنی بر قانون اساسی کشور حفاظت و همچنان مسئولیت اتباع و البته معلومات اتباع کشور ایالات متحده امریکا است. به این خاطر نه تنها دموکرات ها بلکه جمهوری خواه هم از چنین صحبت ها و از چنین تقاضا های ترامپ آزرده به نظر می رسند. و آقای همدان، ما از شما می خواهیم در این رابطه صحبت بکنیم که پس از هک شدن این کامپیوتر ها و استعفای رئیس کمیته حزب دموکرات ها، دیدم میشه که شکافی بین خود حزب دموکرات ها و میان آمده و بحث اینکه خانم کلینتون همچنان میتونه هواداران برنی سندرز برای خود نگاه بکنه با توجه به تلاش هایی که داره. یک بحث بسیار جالب و در عین حال نگران کننده است در بین حزب دموکرات ها. شما به موضوعات بسیار خوب پرداختین. موضوع نخست فعلا چین موضوع نشست دموکرات ها به پایان رسید و دیگر روی بحث نمی کنند که چه قسم ایمیل ها هک شده بود. فعلا جلب توجه حامیان آقای برنی سندرز است که تا هنوز هم خانم هیلری کلینتون به این موافق نشده که تمام حامیان برنی سندرز به این قناعت بده که در جریان انتخابات ملی به ایشان رای بدن. اما در عین حال این مشکل آقای دونالد ترامپ هم داره. اونا نه تنها در موردی که نمیتونن که بعض آرای حزب خود به دست بیارن، در عین حال 20 تن از سناتوران که در جمله حزب جمهوری خواه در امریکا 50
52 نفر سناتور در سنای امریکا دارد. از 52 تن اینا 20 تن ایشان تا هنوز مخالف آقای دونالد ترامپ هستند. یعنی نقش سناتورای امریکا هم بسیار بارز است. ترامپ از یک سو از چالش بسیار وسیع سیاسی در داخل حزب خود در رده های بسیار بالا رنج میبره و خانم هیلری کلینتون در موضعی که چه قسم بتانه که البته حامیان آقای برنی سندرز از خود کنه رنج میبره. اردوی اینا چالش های متفاوت دارن اما چالش های بسیار وسیع دارن. خیلی ممنون میشیم که از حمایت های این روزها هم از خانم کلینتون بیشتر صحبت بکنه در ایالات متحده، حسان افراد مثل بارک اوباما برای نخست ایالات متحده و از طبقات مختلفی که حمایت های مشخصی از خانم کلینتون داشتن. بله، البته موضوع دیگر جالبی است که خانم هیلری کلینتون از حمایت بسیار وسیع سران حزب برخوردار است، به شمول آقای اوباما، به شمول البته خانم میشل اوباما که حامیان بسیار وسیع بزرگ و همچنان حامیان بسیار قوی هستند. در عین حال خانم هیلری کلینتون تکنی را انتخاب کردن آقای تیم کین سناتور ویرجینیا، کسی که در بین 10 تن از شهروندان امریکا هست که در 3 پست بسیار کلیدی، در پست شهروالی، در پست سنا و در پست والی یا ولایت کار کردن. آقای تیم کین هم یکی از پرنفوذترین چهره های حزب دموکرات است که به حیث نخست وزیر ایشان و به حیث تکت انتخاباتی ایشان میتونه که خانم هیلری کلینتون نه تنها در نیویورک و در ایالت های دیگر بلکه در ایالت های کانزاس سیتی یا ایالت هایی که در غرب امریکا واقع هستن هم حمایت کنن. موضوع جدی دیگر است که خانم هیلری کلینتون در بین خانم ها که اکثریت نفوس امریکا را تشکیل میده هم از محبوبیت بیشتر برخوردار. نه نهایت کوتاه اگر بر ما اشاره بکنیم که شما پایان این رقابت ها را چگونه پیش بینی میکنه؟ البته رقابتایی که رقابتای داخل حزبی بود بسیار به خوبی سپری شد. هر دو هم آقای ترامپ مشکلات خود داشتن، هم خانم هیلری کلینتون، اما در مجموع چالش آقای ترامپی است که سران حزب جمهوری خواها در هنوز چنانچه ما گفتم بیش از 20 سناتور نمیخواهند که از اونها حمایت کنند. باید اینا جلب توجه سران حزب از خود کنند و در این حال چالش خانم هیلری کلینتون است که حامیان برنی سندرز و بالخصوص طبقه جوان و قشر جوان که نمیخواهند بیشتر با اینا همکار باشند حمایت اینا را جلب کنند. در کل هر دو نامزد تاییت بسیار به خوبی پیش رفتند و در آینده هم چالش اوندیشن چالش داخلی است در چالش اوندیشن. سپاسگزارم. محمد شفیق همدم، پژوهشگر مسائل سیاسی از واشنگتن بودم.